سلام، من توی یکی از ویدیوهام گفتم که توی کنکور رتبه تک رقمی آوردم و از اون به بعد خیلیاتون به هم مسیج دادین و کامنت گذاشتین که دوست دارین بیشتر راهنماییتون کنم توی این زمینه. خودم هم دوست داشتم یه بارم که شده تو زندگیم خیلی وایز باشم و تجربیاتمو بتونم در اختیارتون قرار بدم و به دردتون بخوره. قبل از هر چیزی خیلی خیلی خوشحال میشم اگه وارد صفحه اصلی یوتیوبم بشین و به کانالم سابسکرایب کنین و ویدیوهایی رو که دوست دارین لایک کنین. خب این که برای کنکور با چه برنامه‌ای درسی پیش بریم و چه مدلی درس بخونیم خیلی خیلی زیاد به شرایطمون، سنمون، محیطی که توش هستیم و از همه مهمتر رشتمون بستگی داره و برای هر کس میتونه خیلی متفاوت باشه. برای همین من سعی میکنم حداقل توی این ویدیو چیزای خیلی بیسیک و کلی رو براتون توضیح بدم که برای همه هم قابل استفاده باشه. بعدش از فیدبک ها و کامنت هایی که ازتون دریافت میکنم ویدیوهای بعدی مربوط به درس خوندن و تا موقعی تیر که کنکوره بیشتر و بیشتر آپدیت کنیم که هم من بیشتر بتونم به شما کمک کنم هم شما بازدهی بیشتری داشته باشید. اول از همه ما هر چیزی رو که خودمون بخوایم میتونیم تو سرمون تبدیل کنیم به یه قوله گنده وحشتناک و اجازه بدیم که بهمون آسیب بزنه و متاسفانه این طرز فکر برای خیلی از دانش آموزان نسبت به کنکور وجود داره. در حالی که اگه بخوایم بهش منطقی نگاه کنین کلی تصمیمای مهم توی زندگی آیندهمون باید بگیریم. اصلا نمیگم کنکور مهم نیست. یه استیج خیلی خیلی مهمیه تو زندگیمون ولی یه جورایی منظورم اینه که یه جور آزمایش نسبت به بقیه تصمیمای زندگیمون که ممکنه چهار گزینه جلومون نباشه، مداد دستمون نباشه که پرش کنیم. و اگه که سر کنکور بخوایم پنیک کنیم و دنیا رو به خودمون کوفت کنیم پس چه جوری می‌خوایم با اون مسائل گنده تر سر و کله بزنیم؟ پس به نظرم بیایم یه ذره قوی تر کنیم خودمون رو. شما و مسیری که برای زندگیتون انتخاب کردین مشخص می‌کنین که چه جوری می‌خواید کنکور رو هندل کنین، نه اینکه کنکور بیاد روی شما و زندگیتون تاثیر بذاره. می‌فهمین چی میگم؟ یه سوال خیلی لوس تو بچگی هر کی گیرمون میآورد ازمون می‌پرسید که می‌خوای بزرگ شدی چی کاره بشی؟ هیچ نظری ندارم، 6 سالمه. ولی خب وقتی که بزرگتر میشیم خودمون بعد این سوالو از خودمون بپرسیم. من الان چی کارم؟ اصلا به شغل کاری ندارم. منظورم نقاط قوت و حرفه‌ایه که تا الان تو زندگیتون کسب کردین. دونستن این قضیه برای بچهای کنکوری خیلی خیلی مهمه که متوجه بشین شما قرار نیست برای اون عددی که رتبه‌تونو تعیین می‌کنه درس بخونید. شما می‌خواید برای حرفه‌ای شدن تو اون کاری که بیشتر از همه دوستش دارین درس بخونید. من چون خودم کنکور هنر دادم تو رشته خودم مثال می‌زنم. البته من دیپلم ریاضی فیزیک دارم و تو دوره دبیرستانم نشستم درست با خودم تصمیم گرفتم. دیدم من می‌خوام گرافیست، انیماتور، طراح یا یه چیزی تو این مایه‌ها بشم. اوکی اون موقع نمی‌دونستم دقیقاً چی ولی می‌دونستم که قراره حدوداً با هنرهای تصویری سر و کار داشته باشم. توی سال کنکورم اومدم بیشتر زورم و انرژی و وقتمو گذاشتم روی درسی که مربوط به همون مبحث بود، یعنی خلاقیت تصویری. در نهایت خیلی هم خوب برام نتیجه داد. الانم که برمیگردم به 6 سال پیشم نگاه می‌کنم میگم که ایول من وقتمو اصلاً دور نریختم و هنوز خیلی از چیزایی که اون موقع خوندم به دردم خورد. این قضیه هم کاملاً به شخصیت خودتون دیگه مربوط میشه که چه چیزیو بیشتر از اونی که دوست دارین. من وقتی که رتبه‌ام اومد خیلی ازم می‌پرسیدن که خب روزی چند ساعت درس می‌خوندی؟ و من اینجوری بودم که نمی‌دونم. من اصلاً مدلم ساعتی نبود. من یه پلنی داشتم که مثلا تو این روز قراره این درس و این درس و این درس رو بخونم. بعدش هم سعی می‌کردم که هر چقدر که زمان می‌بره بذارم پاش که این کارو این کارو این کارو این کارو انجام بدم. یه روزایی چیزایی بود که دوستش داشتم و برام آسون بود، مثلا دو سوته تموم می‌شد. یه روزایی هم یه مبحث پیچیده‌تر و سخت‌تری بود که مثلا یهو ممکن بود 7-8 ساعت وقت بگیره. خودتون رو درست بشناسین. شما با دوست صمیمیتون، با همکلاسیتون یا حتی با خواهر برادر دوقلوتون کاملا فرق داره. هر کس قلقای مخصوص به خودشو داره و نمیشه توی چند سال مدرسه مربی خصوصی برای تک تک دانش آموزا استخدام کرد و گذاشت بالا سرشون که این چیزا رو بفهمن. این قسمت دیگه 100% وظیفه خودتونه که خودتون رو خوب بشناسین و مدل خودتون درس بخونین. مثلا من شخصا حافظه تصویری قوی دارم. اینو دیگه راجع به خودم میدونم و ازش مطمئنم. سر همین لابلای نوشته هام کلی دودل و نقاشی ها و طراحی های مختلف و چیزای رنگی رنگی بود. بعد این کمکم میکرد که یادم بمونه که مثلا توی اون صفحه‌ای که فلان نقاشی رو کشیدم این نکته مهم بود. اصلا اون نکته رو دیگه هیچ وقت یادم نمیره. در حالی که اگه این نوشته‌ها همه مثلا مرتب منظم و کنار هم دیگه میبودن اصلا ذهن من که فقط با حافظه تصویری کار میکنه نمیتونست قسمت‌های مختلف درسی رو از هم تشخیص بده و بعدم بذاره یادم بیاد. بعد مثلا یه نفر دیگه دفتر منو میدید بعد میگفت وای تو چجوری میتونی تو این شلوغ پلوغی درس بخونی. ذهن اون آدم چیزایی رو که مرتب منظم تر بود راحت‌تر قبول میکرد و هضم میکرد. خودتون رو تو حالت‌های مختلف تست کنین بعد این چیزای خیلی ریز رو تو خودتون در بیارین. خیلی خیلی کمک میکنه که بازدهیتون بره بالا و به نظرم درس خوندن تو کنکور همش به بازدهی شما از اون وقتیه که میذاری. اون وقت یه چیزی که ممکنه برای همکلاسیتون که این چیزا رو تو خودش نمیدونه 10 ساعت وقت بگیره در حالی که مثلا برای شما بتونه 2-3 ساعت تموم شه بذارینش کنار. 4. قشنگ بشینین فکر کنین
ببینین که مثلا توی چند سال آینده چه خصوصیاتی میخواین داشته باشین. میتونه یه خصوصیت اخلاقی باشه که خیلی دوست دارین بهش برسین، میتونه یه آدمی باشه که خیلی خیلی دوستش دارین، میخواین خودتون رو شبیه اون بکنین. هر کدوم ما یه اولویتی توی زندگیمون داریم که همه چی رو داریم در راستای اون پیش میبریم. حالا این ارزشه میتونه کمک کردن به بقیه، تاثیر گذاشتن رو بقیه، خلق کردن، یه چیز خیلی خیلی کلی باشه. برای هر کسی فرق داره، من نمیدونم برای شما چیه. بعد از اون میایم پایین تر میرسیم به اینکه خب من اگه بخوام به اون لول برسم الان باید چه کاری انجام بدم، باید سر چه کلاسی برم، باید چه چیزی رو تو خودم قوی کنم، باید چه درسی رو بیشتر بخونم که بتونم در نهایت توی مثلا یه فاصله 10 ساله برسم به اون ارزش بالایی خودم. و آخرین چیزی که توی این ویدیو میخوام بگم، چون فکر کنم داره خیلی طولانی میشه، متعادل باشین، خوش بگذرونین و نق نزنین. برای هیچ کس باور کنین مهم نیست که شما چقدر الان تحت فشارین و چقدر زندگی سختی دارین و دارین از دست کنکور اذیت میشین. فقط خودتونین که بعداً برمیگردین به این یه سال زندگیتون نگاه میکنین، یا میگین اصلا نمیخوام بهش فکر کنم، خیلی بد بود، خیلی اذیت شدم، یا میگین خیلی باحال بود، کلی چیز میزای جدید یاد گرفتم، خوشم گذشت. کدومش میخواین باشین؟ این انتخاب خودتونه. تو برنامه‌ریزیتون حتما برای چیزایی که دوستش دارین حتی کم شده وقت بذارین. فیلم و سریالتون رو ببینین، با خانواده‌تون وقت بگذرونین، ورزشتون رو بکنین، بازیتون رو بکنین، درستون هم بخونین. مثل یه آدم بالغ برگردین به خودتون بگین اوکی امسال سال مهمیه واسه درس خوندن، پس بیشتر درس میخونم، کمتر اون یکی کارا رو انجام میدم، چون امسال فعلا این مهمتره. اما باور کنین بدترین کار دنیا اینه که از همه چیز زندگیتون بزنین. فکر اون کاری که دوستش دارین اصلا نمیذاره بازدهی داشته باشین از درس خوندنتون، و ته روز میبینین که 10 ساعت نشستین پای یه درسی که چیز زیادی ازش نفهمیدین، تفریحتون هم نکردین، آخرش هم با اعصاب خرد میرین تو تختتون. در حالی که اگه بیاین مثلا یه 7 ساعت درس بخونین و لابلای این 7 ساعت یه نیم ساعت ورزش کنین، یه نیم ساعت 45 دقیقه مثلا بازی کنین، و یه ساعت هم مثلا یه سریالی چیزی رو که دوست دارین نگاه کنین. اینطوری هر بار که برمیگردین سر درس خوندنتون دیگه شارژ شدین و ذهنتون آماده است، و در نهایت سال کنکورتون که میگذره اگه یه درصد اون نتیجه‌ای رو که می‌خواستین نداده باشه، برنمیگردین بگین وای من از همه چیز زندگیم زدم. متعادل برنامه‌ریزی کنین، اینجوری یهو یه روزم نمیشه که خسته شین و از کنکور بزنین و بخواین فقط اون کاری که دوست دارین رو انجام بدین. آخرسرم بهتون بگم که این چیزایی که من بهتون گفتم صرفاً تجربه شخصی خودم از یه سال درسی و نتیجه‌ای که ازش گرفتم بوده. باز این خودتونین که با طرز فکر شخصیتون و شرایط خانواده و محیطی که توش هستین تصمیم میگیرین که چی کار میخواین بکنین. و اگه بازم کمکی خواستین، تا تیر ماه که کنکوره کلی وقت هست، منم پی سعی میکنم ویدیوهایی بسازم که بهتون انگیزه بیشتری بده که بتونیم این سالو با کمک همدیگه بگذرونیم. اسم من میاه، مرسی از اینکه ویدیومو دیدین. خدافظ.